سلام، من میلادم، در خدمت شما هستم با برنامه مثبت 25. البته نه به این معنی که فقط بالای 25 سال میتونن ببینن، به این معنی که اونایی که فیلم 25مین رو دیدن حتما باید این برنامه رو ببینن. این برنامه در مورد یک سری نکاتی هستش که توی فیلم 25مین وجود داره و شاید خیلی از شماها بهش دقت نکرده باشین، شاید هم دقت کرده باشین، شاید فهمیده باشین، و اینکه یک سری توضیحات خیلی ریز هست که حالا وقتی سکانس به سکانس فیلم رو با هم دیدیم اینا رو توضیح میدم خدمتتون. و یک چیزی که خیلی مهمه قبل اینکه بریم فیلم رو ببینیم، هشدار اسپویل داره، اینکه اونایی که فیلم رو ندیدن حتما قبل از اینکه این برنامه رو ببینن همینجا استوپش کنن و برن فیلم رو ببینن، بعدن بیان این برنامه رو ببینن تا بیشتر براشون لذت بخش بشه فیلم. خب میریم برای دیدن فیلم با هم دیگه. خدا هم از یوتیوب دارم میبینمش الان. سکانس به سکانس میریم جلو و سر سکانس ها من استوب میکنم، توضیحش میدیم و با هم سکانس به سکانس میریم جلو. تازگی با دارک وب آشنا شدم. بخوام درست حسابی رو در عین حال ساده بهتون توضیحش بدم، باید اینجوری بهتون بگم که فکر کن یه جامعه یه جدا از اون چیزی که ما میبینیم، یعنی این اتفاقاتی که تو اخبار میبینیم، تمام حقیقتهایی که هممون بهش دسترسی داریم، اونیه که میخوام ما بدونیم. یعنی هر چیزی که تو زندگی عادی و کانالا و اخبارا میبینی همونایی که میخوان ما ببینیم، ولی دارک وب مثل یه جامعه زیرزمینی میمونه، یه جامعه ناب با تمام اون چیزایی که شاید خیلی هاشون واقعا زندگی تو عوض کنه. یه سری واقعیت ها توش هست که اگه ببینیشون مخت سوت میکشه. واقعا چیز جالبیه، دسترسی بهش اصلا کار آسونی نیست. خلاصه بهتون بگم خیلی خفنه. حالا من چند روز پیش همونجا یه ویدیویی دیدم از یه آدمی که روش آزمایش‌ها شده بود از طریق یه روشی به اسم خواب مصنوعی، یه چیز تو مایه‌های فیلم اینسپشن. رفته بودن تو ذهنش و دیده بودن خاطراتی داره که انگار برای زندگی الانش نبوده. اون مرد بیدار شده گفته زندگی‌های قبلیشو دیده. فکر کن یارو میگفت من خودمو تو زمان روم باستان دیدم. پسر خیلی جالب بود برای من. حالا جالبترش اینه که تو محیطی مثل دارک وب این ویدیو در عرض یک ساعت پاک شد، اونم نه از طرف کسی که گذاشته بودش، از طرف کسایی که هیچ کس نمیدونن کی و چی بودن، و همین چیزاست که ترسناک‌ترش میکنه اگه بدونید چه چیزای دیگه اونجاست. واقعا نمیدونم چی بگم. خب اینجا سکانسی رو دیدیم که بهش میگیم سکانس دارک وب، یعنی چیزیه که توی فیلمنامه و توی فیلم بهش اشاره کردم خودم. این سکانس سکانسیه که داره در مورد دارک وب توضیح میده، اینکه این تازگی ها توی دارک وب عضو شده، تقریبا چجوری بگم تازه رفته توی دارک وب و تازه محیطش رو دیده و تازه باش آشنا شده و خیلی چیزای عجیب دیده. و توی این دارک وب که داشته چرخ میزده یک چیز خیلی جالب به نظرش اومده، اونم اینه که یه آزمایشی انجام دادن روی یک نفری که از طریق خواب مصنوعی رفتن تو ذهنش و فهمیدن که این خاطراتی داره که واسه زندگی الانش نبوده و زندگی‌های متعدد رو داره نشون میده. این که ما هممون چندین بار زندگی کردیم و یه چیزی مثل اینه که شما حتی به فکر که فرو میرین، مثلا زمان روم باستانی که تصور میکنی تصویرش رو میبینی، یا مثلا 40 سال پیش وقتی تصور میکنی یه تصویری تو ذهنت شکل میگیره. و این داره اینو میگه که اون کسی که رفته بودن تو ذهنش همچین خاطراتی داشته که به نظر خودش برای زندگی الانش نبوده و صرفاً یه خاطره نبوده، صرفاً یک چیزی که مثلا تو فیلم دیده باشه یا از جایی یادش مونده باشه نبوده و طرف مطمئن بوده این قضیه که این خاطرات خودشه و خودش رو توی اون مکانا دیده. و خب چیز جالب ترش اینه که تو محیطی مثل دارک وب که همه چیز آزاده، این ویدیو پاک میشه
و چیزی که خیلی توی این فیلم بهش داره اشاره میکنه همین جمله است که این ویدیو پاک شد، اونم از نه از طریق کسی که گذاشته بودش، از طریق کسی که هیچ کس نفهمیدن کی بودن و از کجا اومدن و چجور تونستن این کار رو انجام بدن. خلاصه این ویدیو پاک میشه و ما اینجا اولین سرنخ رو میگیریم در مورد اینکه شخصیتمون کیه، چه داستانی رو داره تعریف میکنه و اینکه چه اتفاقی داره براش میفته. سکانس اول رو با هم دیگه دیدیم. سعی میکنم تو برنامه بعدی توضیحات بیشتری بدم در مورد سکانس دوم و اینکه ما سکانس به سکانس بیریم جلو که زیاد فکر همدیگر رو درگیر نکنیم. فکر همدیگر رو که نه، یعنی زیاد فکرمون رو درگیر این، فکر شما رو یعنی درگیر این نکنیم که خب چه اتفاقی افتاد، این یعنی چی، اون یعنی چی، و قرار تک تک به تمام اینا جواب بدیم. و خب چیزی که برای من خیلی حائز اهمیت بود، خیلی اهمیت داشت، این بود که ما بتونیم دارک وب نشون بدیم و بعد از اون اینکه این چه جوری با دارک باشه شده و حالا اتفاقاتی که توی طول فیلم براش میفته یه ربطی داره به این اتفاقی که داره خودش توضیح میده. کانال یوتیوبمون هم دنبال کنید، BSS Music/Film یا همون Best Music Film که کانال خودم هستش و هفته به هفته ویدیوهای جدید اونجا میذاریم. و اینکه سابسکرایب کنید، یادتون نره، لایک، کامنت، ممنون از حمایتتون. و اینکه مراقب خودتون باشید و خدافظ.